هموطنان خدا، دوست ما که به برنامه مودت توجه دارید خوش آمد گفته و سعادت و پیشرفت همه شما را از درگاه خداوند خواستاریم. امروز کشیشیوان موضوع بسیار مهمی با ما در میان میگذارند، میدانهای مبارزه. امیدواریم پیغام امروز باعث برکت شده و همیشه در جنگها و مبارزه ها در خداوند پیروز باشید. از انجیل لوقا باب 14 آیات 26 و 27 برای شما قرائت خواهد شد. اگر کسی نزد من آید و پدر، مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران حتی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمیتواند بود و هر که صلیب خود را بر ندارد و از عقب من نیاید نمیتواند شاگرد من گردد. کشیشیوان بفرمایید. باز هم سلام های گرم ما را بپذیرید و امیدوارم که گفتاری که امروز میخواهیم بگیم سو تفاهم نشه، بلکه بیشتر باعث نشاط و شادی و روشنی دلهای ما بشه. این آیه اگر کسی بخونه ممکنه در وهله اول متوجه نشه مسیح منظورش چیه که میگه اگر کسی پدر، مادر، اولاد، برادر، خواهر همه اینها را دشمن نداره و نمیتونه شاگرد من بشه، یا هر که صلیبش را بر نداره از عقب من نیاد نمیتونه. پس به قول معروف عیسی مسیح در باغ سبز را فقط نشون نمیده، بلکه وارد باغ هم میکنه. عیسی مسیح هیچ وقت نیامد بگه که من همش چیزهای مثبت بهتون میگم، یه چیزهای منفی هم گفته که در این منفی ما مثبت را میبینیم. و برای اینکه این مثبت را ببینیم مثل همین میمونه که ما در تاریکی میخواییم نور را ببینیم. ما زندگی ایماندار وقتی کسی میاد پیش عیسی مسیح و مسیح گناهانش را پاک میکنه، وقتی از گناهان آزاد میشه و عدالت خدا محسوب میشه، این شخص زندگی باید بکنه و در زندگی مبارزاتی داره. امروز میخواییم میدانهای این مبارزه را بررسی کنیم. در اینجا خواندیم که میدان مبارزه فقط به خانواده تمام نمیشه، بلکه الان 5 تا نکته براتون عرض میکنم. نکته اول اینه که مبارزه اول بین خودمونه، یعنی ما با خودمون مبارزه داریم. وقتی میاییم به سوی مسیح ما مبارزه شروع میکنیم که از خودمون شروع میشه. و در غلاطیان باب 5 آیه 16 و 17 در اونجا ما میبینیم که مبارزه با خودمون اینطوری بیان شده، میگه انسان روح داره و جسم داره و این روح و جسمش همیشه در حال مبارزه هستند. بله 16 و 17 میگه اما میگویم به روح رفتار کنید پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد، زیرا خواهش جسم به خلاف روح است و خواهش روح به خلاف جسم، و این دو با یکدیگر منازعه می کنند به طوری که آنچه می خواهید نمی کنید. ما پس اولین مبارزه را در خودمون می بینیم. من وقتی پیش مسیح میام گناهانم به وسیله خون مسیح پاک میشه، روحم زنده میشه، اما امیال و آرزوهای جسمانی هنوز دارم، افکار دارم، احساسات جسمانی دارم، اینهاست که با روح من در حال جنگن و من به وسیله خود روح القدس و قدرت خدا میتونم پیروز بشم. برای اینکه میگه اگر به روح رفتار کنم میتونم بر این جسم و امیال او پیروز بشم. پس پیروزی بر جسم وجود داره اگر ما به روح ما غذا بدیم. نکته دوم، ما با خانواده خودمون مبارزه داریم. در انجیل متی باب 10 آیه 36 ما با خانواده خودمون مبارزه داریم. یعنی اینکه وقتی کسی میاد و مسیحی میشه اون موقع است که مبارزه در خانواده شروع میشه و میگه دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود. خیلی عجیبه که دشمنان من خارجی نیستند، خودی هستند.
برای اینکه کسی که میاد عاشق عیسی مسیح میشه، محبت مسیح رو میچشه، شفای مسیح رو میگیره، برکات و نعمتهای روح القدس مسیح رو میگیره، اون موقع ما عوض میشیم. و در خانواده وقتی کسی نداره، اون میشه دشمن من. میگه چه خبره اینقدر کتاب مقدس میخونی؟ چرا اینقدر کلیسا میری؟ چرا اینقدر تو روحانی شدی؟ بیا مثل من شو. چرا جوک نمیگی؟ چرا حرفای زشت نمیزنی؟ چرا فوش نمیدی و غیره؟ پس این مبارزه در خانه اونطوری شروع میشه. اما عزیزان بدونید که اسلحه پیش شماست. آن روحی که در شماست خیلی قوی تر از آن روحی که در دنیاست. شما میتونید با دعای خودتون تمام این موانع خانوادگی را از بین ببرید و شما پیروز بشید. یعنی بر عواطف خودتون میتونید پیروز بشید. نکته سوم، مبارزه ما با مؤمنینه. اول قرنتیان 11:18 ما مبارزه ای داریم با مؤمنین. آیه اول قرنتیان 11:18 ما در اونجا میبینیم که مبارزه سوم ما با افرادی هستند که به قول خودشون چی شدن؟ اینا با خون مسیح پاک شدن. میگه زیرا اولا هنگامی که شما در کلیسا جمع میشوید میشنوم که در میان شما شقاقها روی میدهد و قدری از آن را باور میکنم. جدایی ها شروع شده، در کلیساست اما مشاجره هست، بحث هست، جدایی هست، شقاق هست، همدیگر را درک نمی کنن. چرا همدیگر را درک نمی کنن؟ برای اینکه محبت نیست. کلام خداوند میگه وقتی ما در محبت ریشه می دوانیم، عرض و طول و بلندی و عمق محبت را پی می بریم، اون موقع می تونیم همدیگر را درک کنیم. پس راه مبارزه با این قسمت اینه که ما از محبت مسیح پر بشیم. وقتی از محبت مسیح پر شدید، دنیا عوض میشه، افکارت عوض میشه، احساساتت عوض میشه، دیدگاهات نسبت به مؤمنین عوض میشه. دیگه اینقدر داوری نمی کنی، حکم نمی کنی، بلکه اون چوبی که در چشم خود داری اول بیرون میاری، بعد اون خس را از چشم برادرت. و یا وقتی خوبی میکنی اعلام نمیکنی، ظاهرسازی نمیکنی و غیره. پس نکته سوم، میدان مبارزه من شدن مؤمنین و ما بر نفاق و جدایی پیروزی داریم. نکته چهارم، در یوحنا باب 15 آیه 18 و 19 ما با بی ایمانان مبارزه داریم. انجیل یوحنا باب 15 آیات 18 و 19 عیسی مسیح علنا گفت که دنیا با شما دشمنی میکنه، شما را دوست نخواهد داشت، تاج بر سرتون نمیذاره. 18 و 19 اگر جهان شما را دشمن دارد، بدانید که پیشتر از شما مرا دشمن داشته است. اگر از جهان می بودید، جهان خاصان خود را دوست می داشت، لکن چون که از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیدم، از این سبب جهان با شما دشمنی می کند. پس تعجب نکنید که دشمنان بی ایمانان شما باشند، دوستان و آشنایان باشند، فامیلت باشه، عمه و خاله و دایی و و غیره و غیره. چون که اونها اگر مال مسیح باشن، اونها شما رو درک میکنن. اما چون که مسیح شما رو جدا کرده از اونها، اینها حالا تو را دیگه نمیشناسن. تو مال کسی دیگری شدی. اربابت الان عیسی مسیحه، ارباب اونها شیطانه، دشمنه. پس باید شما در اینجا با روح مسیح پیروز بشید. پیروزی ما با مسیح داریم نسبت به بی ایمانان که آیات زیادی در این مورد ما داریم. نکته پنجم، میدان مبارزه آخری ما زندگیه، میدان زندگی. به قول معروف میگه با خدا باش و پادشاهی کن. در پیدایش باب 39 آیه 1-4 پیدایش 39 1-4 ما یک قسمتی را میبینیم که مبارزه با بله در زندگی. پس یوسف در نظر وی التفات یافت و او را خدمت می کردند، او را به خانه خود برگماشته تمام مایملک خود به دست او سپرد.
یوسف، من دیگه چون همه رو نمیخوام بخونم، فقط اینو میگم، یوسف یک شخصی بود خداپرست، اما در زندگیش مبارزه داشت و در این مبارزه پیروز شد، برای اینکه با خدا بود و خدا با او بود. عزیزان، ما الان دعا میکنیم که خداوند با قلبهای ما حرف بزنه و ما را در این میدانها پیروز کنه. خداوند، در نام عیسی مسیح میطلبیم که بیا در وجود ما و ما را قوی کن، که بر جسم ما پیروز بشیم، بر عواطف ما پیروز بشیم، بر نفاق و جدایی ها پیروز بشیم و با مسیح همیشه پیروزی داشته باشیم و با تو باشیم و پادشاهی بکنیم، زیرا در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین. دوستان عزیز، خدا را شکر برای این پیغام زیبا. زندگی همیشه مبارزه هست، مبارزه با خودمون، با خانواده، با اجتماع، ولی خدا را شکر وقتی که با او هستیم، همونطور که پولس رسول میگه اگر خدا با ماست کیست بر ضد ما. او جنگهای ما را جنگ میکنه و به ما پیروزی میده. پس در زندگی همیشه پیروز و موفق باشید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. شادان هستم، فیضش را سرایم هر دم، چون بر شیطان پیروز گشتم، آزاد شدم از درد و غم. مقام من مصرفی است، برتر از فوج شریر است، در این نبرد روحانی فتح من بس نمایان است. منجیم عیسی بهرم شد فدا، بر صلیبی در جلجتا پیروزی بخشید بر هوسهایم، برداشت و ترس و هر گناهم را. با منجیم پیمان بستم، او را جویم، راهش بویم، هر نوع شک را دور نمایم، به لطف او پیروز مانم. شریر در این نبرد روحانی فتح من بس نمایان است. منجیم عیسی بهرم شد فدا، بر صلیبی در جلجتا پیروزی بخشی بر هوسهایم، برداشت و ترس و هر گناهم را. اسلحه تام خدا بخشد قوت در این دنیا، با تکیه بر وعده هایش کنم شیطان را مشوش. مقام من مصرفی است، برتر از فوج شریر است، در این نبرد روحانی فتح من بس نمایان است. منجیم عیسی بهرم شد فدا، بر صلیبی در جلجتا پیروزی بخشید بر
بر هوسایم برداشت و ترس و هر گناهم را. پروردگار مهربان، دارم به دل عشقت نهان، نه بهر اجر آن جهان، تنها تو را خواهان، نه شهرت و جاه و جلال، نه زندگی بی زوال، بل عشق تو ای بی مثال، خواهم تو را از دل و جان. توی آن مهر عظیم در دل ویران گرم، توی آن نور جهان گشتگی از دید پنهان، توی آن مهر عظیم اول تو ای عیسای من، بخشندگی جان جای من، شاهنشاه و خدای من، مهر تو بحرم بی پایان، من آگه از پایان خود، تو با بهای جان خود کردی مرا از آن خود، دلداری ای جانان من، دیدم محبت های تو، دارم کنون صدای تو، من زنده ام برای تو، مهر تو بهرم جاودان، دیدم محبت های تو، دارم کنون
خدا تنجید کنیم.
تپش قلبم، سرود جاودانی تمام